بهترین درودها در نخستین شب دیماه ایرانی بر شما هم میهنان ارجمندم در همه جای جهان و ایران برنامه شامگاهی صفحه یک را با یک شب وقف البته و میزنیم با تازه ترین و آخرین مطالب منتشر در روزنامه های ایران موجی از هاشمی ستیزی تنها یک روز پس از ثبت نام این فقیه مقهور از سوی اعوان و انصار آیت الله علی خامنه ای حضور همزمان چهره برجسته ی نظام جمهوری اسلامی ایران برای ثبت نام مجلس خبرگان رهبری با حضور علی اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی پس از حسن خمینی همزمان در جبهه دیگر خشم اصولگرایان علیه اعتلاف شکل گرفته با تازه ترین حمله لفظی آمولی لاریجانی و محسنی اجی علیه هاشمی رفسنجانی و حسن خمینی در ادامه برنامه ادامه هوای آلوده تهران با تعطیلی چند روزه مدارس تهران تعهدنامه جانکری برای اجرای برجام و استقبال مسئولین جمهوری اسلامی از آن بهبود روابط ایران و عربستان با عظیمت سفیر جدید کشور پادشاهی عربستان به تهران سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب سهشنبه یکم دی ماه ایرانی است که در طول 20 دقیقه پیش روی به آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید همینک و در بخش نخست برنامه می گوشه این با تازه های از آخرین رویدادهای ایران هاشمی رفسنجانی تنها یک روز پس از سبتنام بر سیبل حجمه ها و نقده های محافظ نشست و همه مردان منصوب به علی خامن ای از بیت برون آمدند و تیرهای تازه ای از جعبه های حجت و ولایت بر علیه ایشان انداختند نخست محسنی اجی سریح و بیپرده گفت فشار هاشمی بر قوه قضایی زیاد و فوقالعاده است معاون اول قوه قضایی ایران اکبر هاشمی رفسنجانی رو به طور مشخص متهم کرد که درباره پرونده فرزندانش به قوه قضایی فوقالعاده فشار آورده و گفت که مهدی هاشمی همیشه یک نسخه از اسناد قوه قضایی و بازرسی کل کشور در رابطه با پرونده خود را در اختیار داشته است بنابر گزارش خبرگزاری های مختلف از جمله تسنیم محسنی اژهعی دیروز دوشنبه سیوم آذر ماه در دانشگاه تهران سخنرانی میکرد گفت که در ظاهر از آقای هاشمی رفسنجانی بالاتر و قدرتمندتر از نظر جایگاه داریم یا خیر شما فکر میکنید در پرونده های مثل آنها به دستگاه قضایی فشار نمیآید فوقالعاده هم فشار میآید ایشان در ادامه اظهارات هاشمی ستیزانه خود اضافه کرد که در ارتباط با پسر آقای هاشمی رفسنجانی با اینکه فشار زیادی به دستگاه قضایی وارد می آوردن مسیر محاکمه به صورت قانونی طی شد و الان هم او در زندان است محسنی اجرایی با اشاره به پرونده مهدی هاشمی در ادامه اظهارات خود گفت هرچه در هر دستگاهی وجود داشت یک نسخه در اختیار اینها قرار می گرفت به عنوان مثال همیشه یک نسخه از اسناد قوه قضاییه و بازرسی کل کشور در دست اینها بود ایشان تاکید کرد که رسیدگی به این پرونده ها سخت است و ممکن است از طریق افراد مختلف و بسیاری از اسناد دسترسی داشته باشند. این در حالی است که در جبهه دیگر باز از قوه قضای منصوب علی خامنه ای این بار شخص فقیه آمولی لاریجانی از سنگر دیگری به هاشمی و حسن خمینی و تا حدودی به اعتلاف نانوشته میان این مسلس در انتخابات خبرگان رهبری تاختند. علی آمولی لاریجانی صادق آمولی لاریجانی در بخشی از اظهارات از نسبتا تند خود ضمن انتقاد تلویحی از ورود هم فکران اکبر هاشمی رفسنجانی به انتخابات خبرگانی رهبری علام خوانده شدن حسن خمینی از سوی هاشمی رفسنجانی را استهزای حوزه های علمیه و خندیدن به شعور مردم خواند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا آملی لاریجانی تأکید کرد که مجلس خبرگان رهبری حق ورود به دستگاه های رهبر جمهوری اسلامی ایران برای نظارت بر آنها را ندارد ایشان در واکنش به گفته مطرح شده مبنی بر نظارت مجلس خبرگان بر رهبر جمهوری اسلامی و دستگاه های زیر او گفت که ما میگوییم این سخنان درست نیست غلط است توقعات و توهماتی است که شما مطرح می کنید که در واقع به هاشمی می چون هاشمی خواستار نظارت بر دستگاه زیر مجمع رهبری شده بود همه این حملات در واقع بوی تشدید رقابت های انتخاباتی میان دو سوی طیف سیاست حاکم در ایران را نیز میدهد که در آینده نزدیک حتی احتمال رد صلاحیت مجدد رفسنجانی نیز در مزان گمانه ها قرار گرفت و اما روزنامه های امروز ایران نیز به طور گسترده ای به این موضوعات پرداخته بودند و در واقع فضای سیاسی ایران از همکنون کاملا دو قطبی شد هرچند از نوع رفتار اصولگرایان تندروی منتصب علی خامنه‌ای ای این گونه به نظر می‌رسد که احتمالا تا پایان انتخابات اسفند ما قاعده بازی را چه بسا برهم بزنند و به نحوی از آنها هاشمی رفسنجانی را از صحنه به در کنند که ابزار رد صلاحیت یکی از آن مکانیزم هاست. حال نگاهی اجمالی خواهیم داشت به اهم عناوین برجسته روزنامه های مختلف و خانش های مرتبط روزنامه تحول طلب آفتاب یزد صحنه ثبت نام هاشمی را به تصویر کشید و با اشاره به ثبت نام همزمان هاشمی و روحانی از آن به عنوان ورود یاران امام به صحنه یاد کرد که نوع ادبیات به کار گرفته شده و یانگر مدلی از تقابل مستمر در بستر سیاست دو قطبی ایران است که گویا دیری برخی از نزدیکان خمینی از صحنه به دور مانده بودند که همینک اینان میکشند تا مجدد بازگردند همچنین روزنامه روزان پیشا پیش این دو کاندیدا را مصداق مسرحی از خبرگان واقعی ملت توصیف کرد و نوشت خبرگان به میدان آمدند و یا روزنامه ابتکار با درج تصاویری از سه شخصیت اصلی نزدیک به جناح اصلاح طلب ایرانی ورود بزرگان در راه خبرگان خبر داد با این وصف همه عکس ها و تصاویر در کمپ اصلاح طلبان نشان از شادی و خوشنودی این رسانه ها از ورود حسن روحانی هاشمی رفسنجانی و حسن خمینی به صحنه انتخابات دارد و اما در سوی دیگر ماجرا عمده روزنامه های راست افراطی و نزدیک به نهاد رهبری ایران نه تنها در عناوین اصلی صفحه یک به اصل موضوع نپرداختند بلکه به ستونهای تحلیلی خزیدن و تا جای ممکن به حمله رقیبان تازه وارد شده به عرصه انتخابات کوشیدند. در صدر اینان کیهان شریعت مداری یا داشته روز را و عنوان لطفا هدر نشوید البته بدون ذکر نام از هاشمی و روحانی و حتی حسن خمینی آنان را به جهل و تجاهل متهم کرد که در زمین دشمن بازی می کنن. کیهان در بخشی از این نوشتار بسان استنتاج عمده مطالب مذهبیش که با تکنیک قیاسی با برخی از شعرهای صدر اسلام انجام میگیرد مجددا رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام و رئیس جمهور ایران را به تلها و زبیر تشبیه کرد که در ابتدا از همراهان پیامبر مسلمین بودند و پس از آن در زمره ریزه شدگان محمد ایمانی ستون نویس کیهان از جمله نوشت وقتی قرار شد لشکریان در اردوگاه جمل به نماز جماعت بیستند جز زبیر و تله کسی در مزان امامت جماعت نبود یعنی که اردوگاه ظاهرا متعلق به آنهاست اما آیا باطن امر این گونه بود عاقبت گلاویز شدن با امیر مؤمنان را پیش بینی کردند یا در نقشه پیش بینی شده اردوگاه شام تبدیل به عمله جز شدن چگونه بود که معاویه وقتی امیر المؤمنان نامه مینوشت آن حضرت را پسر ابوطالب طالب خطاب می کرد اما چون به زبیر نامه نوشت خطاب آن را زبیر امیر مؤمنان قرار داد و آن نامه دیگر که برای تله نوشت تو بی‌نظیرترین در میان قریشی که چهری گشاده و دستی بخشنده و بیانی زیبا و رساداری تو همتراز از سابقون در اسلامی پس به سوی حکومتی به شتاب که مردم بر عهده تو نهادند و نمیتوانی از آن روی گردان باشی که همه این تفاصیر و در واقع اشارات و کنایات اشاره آشکاری داشت به اظهارات تحسین و ستای شمیز رفسنجانی برای حسن خمینی که هم خشم آمالی لاریجانی رو برانگیخت و هم داد ستون نویسان رسانه های همچون کیهان در ادامه مروری بر خبرها و نظرها جان کری و جواد ظریف هر دو به صدر رسانه های تهران بازگشتند نامه‌ای که موجب دو جدال جداگانه در دو سوی ایران و آمریکا شد در حالی که روزنامه شرق اطمینان تهران از اجرای برجام را با امضای جان کری تضمین شده خواند روزنامه رویش ملت به نقل از شمخانی با انتقاد از آخرین مصوبه کنگره مدعی شد که مصوبه اخیر آمریکا موجب سوء تفاهم شده است همان گونه که شما بینندگان عزیز آگاهید باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه قانونی رو امضا کرد که به موجب آن شهروندان 38 کشور عمدتا اروپایی که پیش از این از گرفتن ویزا برای ورود به آمریکا معاف بودند در صورتی که از سال 2011 تا کنون به ایران عراق، سوریه و سودان سفر کرده باشند باید برای ورود به آمریکا ویزا بگیرند. که این موضوع خود موجب جنجال در لایه های تنروی جمهوری اسلامی شد که در این مسیر جان کری نامه ای دلجویانه به همکار ایرانی خود جواد ظریف نوشت که باز این نیز دردسرهای سرهای تازه برای هر دو سیاستمدار در تهران و واشنگتن برانگیخت. تا جایی که جمهوری خواهان به جان کری تاختند که چرا چنین نامه ای مهرامیز که بوی تعهد به برجام است را می نویسد در حالی که بایستی جمهوری اسلامی را به جهت مداخله در سوریه و حمایت از تروریزم بیش از پیش محکوم کنند و در سوی دیگر کیهان نیز به ظریف تاختند که چگونه به نامه ای دلخوش می کند در حالی که بایستی خشم بگیرد که چرا چنین نامه ای تحریر شد ادامه می دهیم با سایر مطالب و اما ماجره های پول های کسیف در راه انتخابات که از جمله روزنامه های زیادی به آن پرداخته بودند روزنامه ابتکار موضوع اصلی گزارش امروز را به این موضوع اختصاص داد و با طرح این پرسش که پولهای کسیف کثیف در انتخابات وجود دارد به نخستین از حالات وزیر کشور ایران پرداخت ابتکار در ادامه این گزارش اشاره کرد که در ماه گذشته اولین شخص که سخن از پولهای کسیف کثیف در انتخابات کرد وزیر کشور دولت روحانی بود وی بارها در این خصوص تاکید و هشدارهایی را داد که افرادی وابسته به مراکز فساد قدرت و قاچاق مواد مخدر وجود دارند و از این طریق هزینه های انتخاباتی اشخاصی که قصد ورود به مجلس شورای اسلامی را دارند به عهده میگیرند تا از این طریق بتوانند به خواسته و مطالبات خود دست دیابند. بر اساس گزارش روزنامه ابتکار پیشتر محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد نیز طی نامه اقرار کرده بود که کمک های مالی و انتخاباتی به برخی از نمایندگان انجام داده است موضوعی که علا رقم اصرار فراوان برای قرائت نام کمک گیرندگان پیگیری نشد حال با توجه به نزدیک شدن انتخابات این نگرانی در میان مردان جمهوری اسلامی وجود آمد که آیا ممکن است چنین پولهایی در انتخابات امسال هزینه و به کار گرفته شود علی فراهانی در گروه سیاسی روزنامه ابتکار در ادامه این گزارش به پرداخت یک میلیارد تومان پول از سوی سعید مرتضوی به برخی از نمایندگان مجلس به عنوان پولهای کسیفی که در عرصه انتخابات پخش و توضیح و مصرف می شوند یاد کرده بود کماکان بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک هستید ادامه می دهیم و ورق میزنیم با سایر موضوعات برگزیده امشب داستان ازدواج در ایران نیز تحت نظام فقها البته هر روز شکل و شمایل تازهی به خود می گیرد. پیشتر از ازدواج های لحظه ای موسوم به اسلامی یا همون متعه که نوعی سیغه مرسوم ساخته فقه هاست ازدواج های جدید عرفی پدیدار شده بود که عمدتا نوعی نافرمانی مدنی از سوی جمعی از جوانان بود که در مقابل سختگیری های دینکاران حاکم رخنمون شد همچون ازدواج سپید که بدون ثبت در سند و محضر دو شهروند زندگی دوستانه ای رو شروع می کردن. اندکی بعد ازدواج سبز روید که البته از ابتکار دولت روحانی بود که در گسترده, در گسترده تر کردن فرهنگ زیست محیطی به این نام خوانده شد و اما همینک ازدواج استیجاری که تازه ترین سیغه از ازدواج های برامده میان ایرانیان است که روزنامه های زیادی به آن اشاره کردن البته تا حدودی هم با تعجب و حیرت از جمله روزنامه آفتاب یزد گزارشی با عنوان ازدواج استیجاری رابطه در سایه منتشر کرد بر اساس این گزارش ازدواج استیجاری که در واقع به گونه های ناهنجار روابط زناشویی و الگوهای روابط جنسی در نظام تحت امر فقیهان در ایران امروز افزوده شد در واقع طبق این مدل افراد ثروتمند و پولدار و به تعبیر حاکمان متمول منظری را برای زنان اجاره می کنند و در ازای آن آنها را به عقد خود در می آورند. نوعی تمتع جنسی طبقه پول دارن که البته پیشتر خانه های افاف با چون این روی کردی ساخته شده بود و پس از دستگیری و رسوایی های متعدد بسته شد و این مدل خانه ها نیز نوعی خانه های افاف اما تک نفره است برای طبقه ثروتمند جامعه برق میزنم باز با مطلب دیگر که آن هم انتخاباتی است البته روزنامه فرهیختگان روز ثبت نام همزمان روحانی و هاشمی رو روز اعتدال خواند این روزنامه یادداشت اصلی رو نیز انتخاباتی بست و در نوشتاری به قدم ق... آیت الله قرویان از روحانیون پیشتر منتصب به محافل مصباحیه و همینک اصلاح طلب از نقش تندروها در انتخابات هشدار میداد و مینوشت با توجه به حوادثی که در یک ماه اخیر رقم خورد بهتر است دولت و دستگاه های نظارتی دقت بیشتری داشته باشند تا انتخابات به دور از هواشی و در سلامت کامل برگزار شود. ملت ایران به زمین این فقی روز به روز آگاه تر می شوند و تنفر و انزجار بیشتری نسبت به حرکت های ضد اخلاقی و افراطی پیدا می کنند. این روحانی حوزه علمی قوم با توصیف و تمجید تلویحی از روحانی و هاشمی نوشت اگرچه چهره که در این دور از انتخابات خبرگان نامزد شدهاند همه از چهره برجسته و مورد اطمینان مردم هستند امروز ملت ایران طالب نمایندگان معتدل نواندیش و در عین حال معتقد به اصول انقلاب و قانون اساسی هستند تا به همراه کارآمدی این افراد ایران بار دیگر در عرصه جهانی سرفراز باشد این روحانی انتخابات پیش روی رو انتخابات خاص خواند که ویژگی های خاص خود رو دارد که با هیچ یک از ادوار قبل قابل قیاس نیست که اشاره نها نیست به مقوله تقابل احتمالی تیم هاشمی و خامنه ای بر سر تعیین جایگزین رهبر و هوای آلوده پای تخت تهران را به محاق تعطیلی کشان و این داستان درود راز بار دیگر موجب نزاع رسانداران و مسئولین جمهوری اسلامی شد در حالی که وطن امروز با تیتری تعن آمیز نوشته بود کجایی عزیزم مجددا به معصوم ابتکار رئیس سازمان محتزیست ایران تاخت و مدعی شد که کمکاری محتزیست آمده تشدید آلودگی هواست این روزنامه با اعلام آنکه مدارس تهران برای چند سومین روز متوالی تعطیل شد معتقد بود که تدبیر مسئولان برای کاهش آلودگی هوا ناکام ماند و اما روزنامه شهروند که عمدتا به مسائل زیست محیطی توجه بیشتری نشان میدهد برخلاف وطن امروزی ها تقصیر تا حدودی هم متوجه سایر نهادها دانست و با طرح سوالاتی به جایگاه میان بخشی نهادها نیز اشاراتی کرد شهروند از جمله با مقصر دانستن شهرداری تحت امر قالیباف نوشته بود آیا شهرداری مسئول است یا محیط زیست استانداری و فرمانداری چه جایگاهی دارند دولت و وزارت کشور در این میان چه اختیار یا مسئولیتی دارند آیا تناسب میان قدرت این نهاد مسئول با مسئولیت آنان وجود دارد گمان نمی رود که به این پرسش به زم شهروند در ایران پاسخ روشن داده باشند چگونه ممکن است مسئله به این مهمی در جامعه باشد ولی مردم نخواهند یا نتوانند درباره آن اظهار نظر کنند یا در زمینه کشف راه حل آن مشارکت کنند آیا جز این است که مردم از دایره چنین موضوعاتی برکنار مانده اند نویسنده روزنامه شهروند در ادامه از برکنار ماندن شهروندان از موضوع مهم چون آلودگی هوا به مقوله هسته ای اشاره کرد که چگونه با مشارکت دادن مردم در عرصه آگاهی و روشنگری موضوع را رو علی رغم همه دلواپسی های ها حل کردند و در وقت پایانی روزنامه قانون که تمام نیم صفحه اصلی رو به آغاز رقابت سخت میان فقهای نظام حاکم اختصاص داد با درجه تصاویری معنادارترین و مفهومترین خانش را از صحنه و سفارایی فقهای تهران اختصاص داده بود همان گونه که میبینید در یک سو مصباح یزدی فقیه محافل تندرو را هم نشین احمد جنتی نشان میدهد که مقموم و حراسان نشستند که ناگهان از پشت پرده اکبر هاشمی رفسنجانی سر در می آورد. قانون از این صحنه تفسیری صرفا با عنوان جهاد اکبر یاد کرد که هم معنای فقهی جهاد اکبر رو به ذهن خواننده متبادر میکرد و همراه دشواری که اکبر هاشمی رفسنجانی برگزیده است این روزنامه این دور از انتخابات و در واقع رویارویی نمایندگان دو قرائت از جمهوری اسلامی نامید که در یک سوی داستان حلقه مصباحیه و علی خامنه ای و تمامی لایه های تون رو نشستند و در سوی دیگر ماجرا نیز جمعی از تحول خواهان به رهبری اکبر هاشمی رفسنجانی خیز برداشتند و با این مطلب وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد. رسد ضمن دعوت از شما بینندگان عزیز به تماشای ادامه برنامه های امشب از جمله آن سوی خبر این جانب از محضر یکایی که شما خوبان خداحافظی می کنم تا درودی دوباره و شامگاهی دگربار و تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا بامداد روشن آسمان آوی بدرود